سلام هموطنان عزیز، شما بیننده برنامه مهمان یار از طلوع هستین و ای بار ما و شما مهمان چهره مطرح سیاسی، جهادی و وکیل پارلمان آقای حاجی محمد محقق هستیم. آقای محقق، تشکر یک جهان از اینکه ما را مهمان قبول کردیم. تشکر مجیب جان، سلام، خوش آمدین، سلامت باشین. نیمه جانم خوش آمدن. آیا شما شخصیت‌های سیاسی از فضای واقعی مهمانی بدور نیستین؟ بخاطر اینکه شاید اول شما هر جای مهمانی نرین، دومی که اگر شما مهمانی هم برین شاید بسیار سیاسی بشینین، بسیار سیاسی صحبت کنین و بسیار با سیاست تا بخورین. اینطور است که ما خو مخصوصا یک طبقه ملام به حساب میرم، مهمونی را طبعا ملا خوش داره. منطقه خوب فضا طوری آمده که در جریان سیاست فرصت بیشتر فراهم نمیشه که آدم به مهمونی بره. بیشتر گرفتار اینمی مشکلات و حل فصل معضلات مردم و کارهای وظیفه پارلمان اینا هستیم. به این چیزها زیاد رسیده نمیتونم. آقای محقق، اولین گریان زندگیتون را در کجا و چند سال پیش کردین؟ من مطابق محاسبه‌ای که حالا گرچه او زمان تاریخش دقیق یا یادداشت نشده، ولی اونطوری که پدر مادرم میگفت من که حالا محاسبه میکنم، 53 سال پیش من در یک ولسوالی از ولسوالی های بلخ به نام چارکند در قریه به نام سفید چشمه به دنیا آمدیم. در یک خانواده دهقانکار و مالدار، نیمه دهقانکار و نیمه مالدار. نام خدا. و آقای محقق، نسبت به سنتان جوان معلوم میشین، منتها خیره که ریشتان سفید شده. خب اگه بستر است میگه دل سفید نباشه ایش خیر است. مقصود که طبعا سن که از 40 بالا شد یک مسئله آمیان است، میگه که 40 شده کل میشه دیگه. حالا من از 40 هم 13 سال تیر شده، در وسط های 60 هستم دیگه. دیگه حالا شاید چند سال پاس که مطابق تعاملی که مردم میگه در 60 شکست میکنم، یعنی 7 سال به شکست مونده. شما در کدام دوره نام کشیدین؟ البته من 23 ساله بودم که به جهاد افغانستان شامل شدم در چوکات مجاهدین. شاید یک 5-6 سال از دورای اول جهاد من زیاد معروف نبودم، ولی حداقل در نیمه های جهاد که بعد از سال 5 و 6 مطرح بودم در سطح ولایت شمال، و بعد از او کم کم روابط با بیرون از شمال برقرار شد. در سطح داخل و خارج یک نسبتاً یک آدم شناخته شده بودم، ولی وقتایی که زیاد مشهور شدم، یعنی من شناخته شدم به حیث یک مجاهد، وقتایی بود که دولت نظام دکتر نجیب الله سقوط کرد و ما به حیث مجاهدین آمدیم در ولایت بلخ، و به حیث یکی از یعنی کلانای جهاد افغانستان در صفحات شمال دست به سیاست زدیم و سیاست آغاز کردیم. اونمو زمان ها آغاز تقریبا شهرتی کشوری و منطقه ما دمو آغاز شد ظاهرا وقتی پیروزی جهاد بود. بله، واقعا که آقای محقق دمی دوران جهاد زیاد کسا خوب نام کمایی کردن. کاش که دوران ما می بودیم، ما هم جهاد میکردیم، ولی نام ما مبرم. اینطور است که میگه زمردان عالم بمون از سند یکی نام نیک و یکی نام بد. بعضی ها کسا شورت خوب کمایی کردن، بعضی ها ممکنه خدا نکنه که ما شورت بد کمایی نکرده باشیم. نه خدا نکنه. آقای محقق، آیا فکر نمی کنین که شما در کشور فعلا جای شهید استاد عبدالعلی مزاری رو گرفتین؟ البته
جای استاد مزاری گرفتن ادعا کردن کار مشکل است، برای اینکه ایشون یک شخصیت بسیار استثنایی در تاریخ افغانستان بود و شخصیت استثنایی معمولا در ده ها سال و قرن ها یک مرتبه ظهور میکنه. مثلا در جهاد افغانستان انگشت شمار شخصیت های را ما حساب میتونیم که اونا از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمیکنه. اونا شخصیت های استثنایی از این مملکت بودن. خب بعضی ها شهید شدن، بعضی ها زنده هستن، ولی ما هم خودت نمی ردیف خاک پای مجاهدین افغانستان حساب میکنیم، مقصد خدشان هستیم. نسبت به شهید استاد عبدالعلی مزاری شما چی کمبودی هایی دارین؟ چی فکر میکنین؟ اگر چی شاید کسی کمبودی های خود نگوین. اول اینکه خب مشترکاتی که همگی دارن مسلمان و مجاهد و یا در نوعیت همه کارها تا حد در آدم خب با هم مشترکاتی داشتیم، ولی استثناءاتی که شهید مزاری داشت، اول اینکه شهید مزاری یک آدمی بسیار بسیار استوار و خلل ناپذیر بود، یک آدم با صلابتی بود که به صلابت از او انسان رو من تا هنوز سراغ ندارم در افغانستان. از نگاه توانمندی در موضوعگیری سیاسی، از نگاه توانمندی در جنگ، در جهاد، رفتن به سنگر، ایشان ترس رو نمیشناخت. به دیده ترس پیش از او یک چیزی مسخره بود. به هر صورت کل گپ در این رسته آقای محقق که آیا ملت، آیا قوم‌ها راضی هستند یا نه؟ بله، بحث دیگه هم که بود، آقای مزاری بسیار آدم مقدس و آدم زاهد بود، در زندگی بسیار تجمل پرست نبود، زندگی آدمی بسیار منضبط بود. دیگه پا من یک کمک خود کم احساس میکنم، تجمل خوش دارم، بسیار زیبایی رو خوش دارم و همچنین خب نمیتونم مسائل مثل از نام مراد بکنم در همه مسائل. خب به هر حال قوم ها از ما در جزی جهت خوش هستن که اول که در جهاد افغانستان ما قدشان را بودیم، ثانیان در دوران مقاومت افغانستان در برابر تجاوز تروریسم و اینا یک مقاومتی کردیم در سال، خصوصا در سه سال اخیر مقاومت که ما در بلخا بود، در صف و کاولنگ و بامیان، اینجا هر سه کاری ما بود. دوز از او جهت مردم از ما خوش هستن که میگم سنگر ما را اعلان نکردن. و دیگه هم در هر سای سیاسی بعضی کارا کردیم، بعد از پیروزی مجاهدین سر طالبا که آمدن و اداره موقت شد و انتقالی شد و انتخابات شد، اینا در این عرصه های سیاسی هم حرکت های بسیار خوب سیاسی انجام دادم. از این جهت ظاهرن که قوما شاید بد نباشه، ولی شاید 100% هم خونه میشه که راضی شد. آیا شما آقای محقق در 4 فصل سال امی چپنه میپوشین؟ البته من در فصل بهار جیلک بهاری می پوشم، کمی رنگ چرا خوش دارم، رنگ شتری ره، و در فصل زمستان چگمن می پوشم یا برک می پوشم، یا اینکه برک های نوع داخلیش یا خارجیش مثل چیای سوری که می سازن یک نوع عبا هستن، او را به صورت دیزاینش افغانی جور میکنم، چگمن افغانی میپوشم. آقای محقق امی یک موضوع رو مایج نفهمیدیم که امی بعضی از دوستا که چپن میپوشه چرا امی دست شنه در آستینش درو نمیکنه؟ اینطور است که اونایی که آستینه کوتاه دارن معمولا آستین میزنن، ولی جیلک ها که هست دیزاین شمو رقم است که آستین های دراز داره برابر قامت خود جیلک، برای که بپوشه باز رقم هستین چه معلوم میشه در آویزان، خوبیش معلوم نمیشه. فضل خدا که حال جهادی ما و شما همشان هم تو راحت و مستری هستن. والا جهادی های که اصل جهاد کردن بیچاره هنوز هم راحت نیستن. هموطنان عزیز، باز هم خوش آمدین به برنامه مهمانیار و مهمانی را با آقای محقق ادامه میدیم. آقای محقق، شما در بین وکلا بیشترین رای در کابل داشتین و حالا اگر شما خود کاندید کنین بر ریاست جمهوری، چه فکر میکنین؟ آیا برنده خواهد شدین؟
البته رای گرفتن از کابل تنها برای ریاست جمهوری کافی نیست. یعنی برای ریاست جمهوری داشتن رای سراسر افغانستان ضرور است. و البته میتونه که یک نقطه قوت حساب شود برای ما که گویا اینا در کابل که پایتخت افغانستان است این همه نفوذ داره، طبعا از این قضاوت شد که دیگه ولایت هم میتونه نفوذ داشته باشه. اما دیگه او بستگی به من داره که من خود کاندید میکنم یا نمیکنم. حالا میکنین یا نمیکنین؟ او بسی بعد است دیگه، 18 ماه مونده. آقای محقق، یک شوخی اگر کنم، در این بین قوما گپ که برای برسه قوما اول است. خوب استن، شوق دارن در رای گیری رای دادن. واقعا این بسیار گپ بسیار خوب است. آقای محقق، انال میایم سر حادثه 8 ثور. در 8 ثور دیگه دو حادثه رخ داده، یکی پیروزی مجاهدین افغانستان و دوم اخلال جشن و گریز. اما در روز جشن 8 ثور وقتی که حادثه رخ داد، شما از اون جایتون هم شور نخوردین؟ حادثه خوبی نبود، نوید خوبی نبود برای مردم. ما خود امروز به خاطر ازی رفتیم که همه خاطره پیروزی مردم افغانستان در اونجا تجلیل کنیم، که مردم افغانستان در یک چنین روزی بود که احساس آزادی میکرد، احساس از یکی دیگه کشورشان در اشغال نیست. بسیار خوشحال رفته بودیم و بسیار امیدوار بودیم که رئیس به جمهور آمد و قطعات ما اینه کرد، و تا اینه که در موقع سرود ملی دیگه همه گی استاد شدن که دیگه اینجا مراسم آغاز کنن، دیگه اونم حادثه رخ داد. متاسفانه که بسیار بسیار در اون مسئله برای ما تلخ تمام شد. من که اونجا نشستم به خاطر ازی که من گفتم شاید خو یک تک چک شده اونا یا فرار میکنن یا اونا رو میگرن، خب باز دوباره مراسم شروع میشه. از خاطر اگه نه خب ما ترس خورده بودیم کدام مرمی نخوره. نه بخلم، آقای محقق دلتان جمع بود که همه شما رو دوست داره، کس شما رو غرض نداره. ولی ترس که در یک اجتماع هر کس هم کسانی رو داره که خوش داره و هم کسانی رو داره که بدش میاد. طبعا طالبا از ما خوش نمیاد، من از او مطمئن نبودم، ولی از این مطمئن بودم که حتما اونا خود گسترده نیستن، یک دو نفر که من جای اخلال میکنن اونا رو میگرن، مجلس دوباره شروع میشه. تا یک دفعه دیدیم که نه، مجلس شارید، باز ما مجبور شدیم که بکنی الله کردیم دیگه. دیگه دفعه اگر در کدام مراسم میرفتیم باید پیش از پیش زیری بپوشیم. زیری بپوشیم، یکان یکان چیزهای دفاعی رو قد خود ببریم یا نرهیم بین از اینا. در بین توفه ها میشه که یک جالبترین توفه تنه بر ما نشان بتین؟ یک شمشیر است، شمشیر ذوالفقار. او رو بسیار خوش دارم، او رو نگاه کردم. اغلبا توفه رو نفهم کجا شدن، سه نگاه نمیکنم. ای اطلاعی است محقق سیب؟ آب اطلاع پوش زدن نگم. عربی سرش نوشته است، چی نوشته است؟ این نوشته است که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی چی؟ در بین جوان و علی، در بین شمشیر و ذوالفقار. محقق سیب، شمشیر فقط تا 1 متری رو کار میته، حالا تو چیزا برام اومده که از امو 1000 متری استیج برات میزنه. بله، حالا 1000 متری هم نه، که از 1000 کیلومتری میزنه دیگه. حالا خب منتها یک سمبول، یک چی است، سمبول شرف و عزت است، چون در اوایل از این مردم استفاده میکرده. حالا خب ارزش سمبولیک داره. آقای محقق، نظر شما در مورد جبهه ملی چی است؟ البته جبهه ملی به حیث یک جبهه از مردم افغانستان، به حیث یک نهادی که متشکل از چندین حزب و شخصیت‌های مستقل هست، من حیث یک جریان افغانی برشان احترام داریم و اونا کارشان مربوط به خودشان هستن. به چه علت شما عضو این جبهه نشدین؟ البته ضرور نیست که همگی از یک جبهه باشه. بعضی میتونه به طرف باشه، بعضی میشه تن در جبهه ملی باشه، بعضی میتونه در جبهه بین المللی باشه.
بس خیر باشه، موش ما یک جبه دیگه جور میکنیم. یک داستان رو بگم از جهات. خب کسی پرسیده که چند تا اولاد داری؟ گفته 3 تا اولاد. چند سال هست؟ چقدر است؟ گفته که یکش اینی قدر است، یکش قدر است، یکی دیگه دیست کلانتر کرده. گفته دیگه این طرف حساب میکنه، تو این طرف حساب میکنه. به خاطر گفت من اونا رشد بیداری ندیده بود، من وقت رفتم خواب بوده خانه، شب میرفتم خانه. حالا مردم هم چی وقتایی را دوستا سپری نکردم، اما فضل خدا که حال قسمی که ما میبینم امی جهادی ایمو شما همشان هم تو راحت و مستری هستن. والا جهادی های که اصل جهاد کردن بیچاره هنوز هم راحت نیستن، بگان نگان تاشون در جهاد در راحت رسیدن، اکثرا بیچاره دچار محرمیت است. آیا شما هم در جوانی ورزش میکردین؟ آه در اون زمان اسب دوانی و خر دوانی و پشتگیری و کارا رو میکردیم. و حالا میایم به سر خانواده شما که یک موضوعی است که واقعا باید سرش بحث شود. خب میشه که در مورد خانواده تان برای ما معلومات بدین که شما نام خدا نام خدا نظر نشین، در مجموع امی فامیلتان چند نفر میشه؟ منظور فامیل اگر امی فرزنده هستن. بله. خب من 19 تا فضل خدا اولاد دارم که 8 تاش بچه هست، 11 تاش هم دخترن. خب دیگه بعد دخترای کلان اولاده کلان و کلان نام خدا اونا علایده شدن، مرکب خانواده دارن. 14 تا نواسه دارم. نام خدا. چند خانم؟ خانم فرض خدا یک دو سه تا هست رسمیش. آقای محقق علت شبه ما بگوین که چطور شما دو سه خانم گرفتین؟ علتش خب خدا زیاد علت هم نمیخواید دیگه مردم. خانواده شما در خود کابل زندگی میکنه همیشه؟ بله، قسمت خانواده ما مزار هست، اینجا شامل مکتب در مزار هستم و یک قسمتش اینجا هست. در مورد پدرجانت که آقای محققه است چی گفتنی داری و چطور یک شخص است به نظر یک فرزند؟ به نظر من در قدم اول یک رهبر بسیار خوب است و در قدندو به طب یک پدر بسیار مهربان است. اول سلام های خدا برای تمام هموطن های خود عرض می دارم. محمد باقر محقی هستم، یک تن از اعضای تیم ملی نیم فلکون تا کارته افغانستان و متعلم سنف دوم لیسه علی استقلال. نام خدا باقر، بسیار مقبول. آقای محقق آیا شما هم در جوانی ورزش می کردین؟ زمانی که ما در نوجوانی بودیم در کوهستان بود، منطقه چارکند، اونجا دیگه ورزش اینطوری رسم نبود. ورزش اسب تازی بود، ورزش خردوانی بود، ورزش پشتگیری بود. هیچ چیزای معمول کوهستان بود. در اون زمان اسب دوانی و خردوانی و پشتگیری و کارا رو میکردیم. مدرسه دو هم قطارهای خود قدشان پشتگیری میکردم دمو بین 100-200 نفر. فکر میکنم که اول بدم. آقای محقق ای چی رقم موتر است؟ نه کرولا است، نه سراچه است، نه میلی بس است. ای دیگه مدلای قدیمی چی است؟ کادلاک است. کادلاک من موتر مورد علاقه من کادلاک است. در مزارم که بودم یک کادلاک پیدا کرده بودم، گرچه بینز و گپا و موترهای لنکروزر هم بود. باز اینجا کابل هم که آمدم تصادفی پیدا شد، این را از سفارت سابقه ژاپن خریداری کردم. دیگه اون موتر بعدیش هم که شبیه کادلاک است، او هم زدگلوله است، یه مردوش
اینا او را از سفارت ترکیه خریداری کردم. دیگه اینجا یکی دیگه هم که یه موتر کروزین است، بازیر وقتی که به پارمان رفتیم به خاطر امنیت این را ریاست جمهوری داد. آقای محقق، این شیشایش از راستی زده مرمیه است یا ای که ما را میترسانه؟ میتونه تفنگ بگیر فیر کنه. نه، از روسیه زده مرمی است. خوب دوستا، تمام زحمت یک مهمانی امی نانش است و آقای محقق، ما معذرت میخواهیم که شما امروز به زحمت شدین. دیگه تشکر، خوش آمدین شما. به شما زحمت شد که اینجا از راه دور آمدین. یا ای که اگر ما نمی بودیم ما غذا می بود دیگه. شاید نی، شما رو خیلی کمی پذیرایی بیشتر کرد. خب آقای محقق، ای در بین برنج سفید ای گوشتای کلان چی میکنه؟ دیگه اینو مایچه میکنه که من میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای محقق، ما و شما مردم افغانستان هم چقدر زحمت ها را کشیدیم. باور کنین در دوران جهاد یک لقمه نان خشک به خدا پیدا نمی شد. باید حالا شکر بکشیم به این زندگی. دیگه دوران جهاد البته مشکلات بود، بله، خب هر کدام با مشروعیت خود تیر می شدیم. اون زمان هم بد نبود، خب کم جنگ بود. هموطنان عزیز، تشکر میکنیم یک جهان از چهره مطرح سیاسی جهادی و وکیل پارلمان آقای حاجی محمد محقق از اینکه این مهمانی را قبول کرد و با پیشانی باز مهمان نوازی کرد. تشکر. سلام عرض میکنم خدمت همه ملت مسلمان افغانستان. آرزوی می است که مردم ما تلاش کنند در عرصه علم و دانش، در عرصه اقتصاد و همچنین در وحدت و برادری. وقتی ما وحدت داشته باشیم، دانش داشته باشیم، برادری داشته باشیم، مشکل ما در افغانستان حل است. بله، تشکر میکنیم بازم از شما و دوستا. به امی امید و آرزو مهمانی حاضر یار همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما. دیگه اینجا مراسم آغاز کنن. دیگه اونم حادثه رخ داد متاسفانه که بسیار بسیار در اون مسئله. Thank you.